تعلیم که اینجا خاطر بدن تا نوبت دیگه بیستم. ممنون دو تو همسال برشان. بله. با سلام خدمت حضور محترم. آنچه که من امشب میخوام صحبت بکنم زیر نه اصل هست که همش رو در این نوبت اول فرصت نمیکنم رو بهش توضیح بدم. ولی در نوبت های بعد به ترتیب راجع به این اصول نوکانی که خودم معتقد هستم توضیح خواهم داد. ولی در دو موردش در این نوبت توضیح خواهم داد. نخواست این که ریشه تمام مشکلاتی که بین ایران و آمریکا هست در ایران و در رژیم جمهوری اسلامی است. تلاش های متعددی از طرف آمریکا در این 41 ساله گذشته انجام گرفت بودن رابطه عادی بکنن با اونها رضایت ندادند. به طور مشخص در دوره کلینتون در ایران خاتمی سر کار بود و در دوره اوباما که خیلی علاقمند بود این رابطه برقرار بشه و تلاش کرد و بالاخره حسن روحانی که با مخالفت شدید تندروها به خصوص شخص خامنه‌ای مواجه شد. اصل دوم جمهوری اسلامی دو راه داشت که میتونست ایران رو به این سمت و سو ببره. راه کره جنوبی و ژاپن، راه کره شمالی. اونها راه کره شمالی رو انتخاب کردند و تلاش کردند با ساخت سلاح‌های بیشتر، حتی تلاش برای دستیابی به سلاح‌های اتمی دنیا رو بترسونن، همسایه‌ها رو بترسونن و بخوان از این طریقه حکومت خودشون ادامه بدن. همان گونه که در ایران به جای اینکه رضایت مردم رو جلب بکنند، مردم رو سرکوب می‌کنند. یعنی تلاش می‌کنند از طریق امنیتی کردن جامعه مردم نخوان و نتونن به دنبال حقوقشون باشن و اعتراض بکنن. نمونه‌شون هفته گذشته و روزهای گذشته دیدیم. فعلا در این مورد، در این نوبت رجوع این دوتا اصل در حدی که لازم هست توضیح دادن. اما برگردم به پرسش بسیار مشخص. من فکر میکنم که آمریکا، اروپا، همسایه های ایران دارای خواستهای مشترک هستند و جمهوری اسلامی به هیچی از این خواستها پاسخ مثبت نمیده. بنابراین تنش و کشمکش ادامه پیدا میکنه. این سه خواسته که این هست که جمهوری اسلامی دست از تلاش برای برهم زدن ثبات منطقه برداره، چون اونها فکر میکنن که اگر بتونن ثبات منطقه رو تغییر بدن، به هم بزنن، به نفعشون هست و میتونن شیعه گستری بکنن، در این زمینه هزینه میکنن. خواست دوم که از تلاش برای اینکه فضا رو برای به قول خودشون نابودی اسرائیل تون بکنن کنار بکشن، متوقف کنن این خواست رو. و سوم که سلاح‌های موشک‌های دوربرد که به قول خودشون تا اروپا میرسه رو کاهش بدن. این سه خواست باید خواست آمریکا نیست، خواست اروپا هم هست، خواست همسایه‌های ایران هم هست. متوقف کردن سلاح اتمی، تلاش برای سلاح اتمی نه تنها خواست این چند کشوری که اسم بردم هست، بلکه متحدین جمهوری اسلامی یعنی روسیه و چین هم این خواست ها رو دارن، چرا که به خصوص چین بخشی از تکنولوژی مورد نیاز هسته ای ایران رو تامین کرده. بعدا راجع به بیشتر توضیح میدن. ولی ترامپ تلاش میکنه که جمهوری اسلامی رو از طرقی زیر فشار قرار بده که برای آمریکا هزینه نداشته باشه. به این فشار تحریم اقتصادی است، تحریم سیاسی است، تحریم تکنولوژیک است و تحریم مثل بانکی است. و مشخص شده که در این دوره هر چقدر تحریم رو به حد اکثر برده، از اون طرف پاسخ گرفته. نه تنها در این حد، بلکه تلاش کرده که هر کشوری در دنیا با آمریکا و ایران رابطه داره، اگر بخواد رابطه‌اش با آمریکا رابطه تجاری بازرگانیش با آمریکا حفظ بکنه، باید رابطه‌اش با ایران کوتاه بکنه،
کم بکنه مگر اینکه آمریکا رضایت بده. مثلا اجازه بده به هند، چین، کره یا کشورهای دیگر میزانی که آمریکا اجازه میده نفت از ایران وارد بکنن. به خصوص در شرایطی که عرضه نفت در دنیا بسیار زیاد است و زیاد احساس کمبود نمیشه. میتونه این کار بکنه. این فشار حداکثری رو مشخص است که جمهوری اسلامی در مقابلش تئوری خودشو داره، تز خودشو داره که ما متوسل میشیم به اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی نتیجهش همین است که شما میبینید در آخرین بودجه که حسن روحانی تهیه کرده، دولت تهیه کرده، 450 هزار میلیارد دلار تومان، 300 هزار میلیارد کم داره، 300 هزار میلیارد تومان کم داره، یعنی 3 چهارم کمه. به همین دلیل متوسل میشن به اینکه از جیب مردم به یک نوعی پول رو بشن بیرون. در شرایطی که صدها به قول مشاور حسن روحانی، حسام الدین آشنا، هزارها نهاد مذهبی درست شده که به بهانه‌های مختلف بودجه درست کردن و با پارتی بازی، راندخاری و شیوه‌های مختلف ثروت ملت رو به خودشون اختصاص میدن. در همجا لازم است من یک اشاره دیگه بکنم به اون که من همواره بین منافع ملی ایران و منافع جمهوری اسلامی تفکیک قائل میشم. یا دو تاست. و برخی از ایرانیان متوجه این داستان نیستن، تصور میکنن که دفاع از جمهوری اسلامی دفاع از میهن است، دفاع از ثروت ملی است. در حالی که روز اول دکترین خمینی این بود که حفظ نظام اوجب واجبات است. هر چیز نمیشه برای این کرد. مجمع تشخیص مصلحت به همین منظور درست شده که تشخیص بدن منافع جمهوری اسلامی چیست، نه منافع ایران. مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مجمع تشخیص مصلحت ملت ایران نیست. خمینی تا اونجا پیش رفت که نماز و روزه و خراب کردن مسجد و شراب نوشیدن و قرآن مبارزه کردن، هر چی هم فکر بکنید رو مجاز است و این یکی دیگه مجاز نیست. برای حفظ نظام باید همه چی فدا بشه. نه تنها در این حد، بلکه اضافه کرده. ما امت اسلامی داریم، ملت نداریم. ملت ایرانی معنی نداره. اون فریبه. کلمات واژه‌هایی که خود خمینی به کار برده، این فریبه که ملت ایران. ما امت اسلامی داریم و مرزم نداره. میتونم در ادامه پیدا بکنه. و به همین دلیل شما میبینید که ادامه حکومت جمهوری اسلامی با به روز رفتون تموم شده. ادامه حکومت جمهوری اسلامی تا به امروز برای منافع نظام جمهوری اسلامی همه کار کرده، از جمله اینکه به سوریه کمک بکنه، به حزب الله لبنان کمک بکنه، به عراق کمک بکنه، به ونزوئلا کمک بکنه، به بولیوی کمک بکنه، همه جا کمک بکنه. ولی به کودک‌های بلوچستان که مدرسه ندارن کمک نمی‌کنه، چون اون جزء اسلام نیست. بنابراین من فکر می‌کنم که این تفکیک لازم است انجام بگیره. باشه. خواهش می‌کنم. دکتر رد، همین سوال برای شما که اجازه دادیم برای این زمان اینو فرمت تکرار کنم. What is the real purpose of the Trump administration's maximum pressure campaign in your opinion? First, I'd like to thank you all for having me here today. If it's okay, I'm going to speak in English. I assume you here will understand what I'm saying, and we have some people in the audience who actually are not that strong in Persian, like myself, unfortunately. And so I will speak in English. A couple of things. First thing I want to say, with all due respect to Dr. Alamdari, is the question was about maximum pressure and the Trump campaign, and really there was very little that you spent discussing that part of it. And I think it's important that we stay. This actually points to one of the issues in discussing U.S. politics vis-a-vis Iran, is that we rarely talk about the U.S. side of U.S. politics vis-a-vis Iran. Of course, the Iranian side is of significance. But if we fail to understand what we're doing here, I mean, of course, I can point to the fact that we are sitting in the United States. Everybody sitting in this room is an American in one way or another. And if we fail to recognize our role in discussing matters that are related to Iran, then I think we're really losing sight of how you can find a solution. And that's really what we're all trying to do, right? At the end of the day,
There's a problem in what is our home country. For me, it's the home country of my parents. I care deeply for what's going on there. But if we're to find a resolution between these two sides, we have to look at both sides of the equation. So in looking at the actual maximum pressure campaign of the Trump administration, I think Dr. Ghazian really pointed out something that was quite important, which was it's an incoherent policy, right? If you're asking, what is the purpose of the maximum pressure campaign? Well, if it's Trump that you're asking the question to, he's very clearly stated he doesn't care about regime change in Iran. And in fact, he said that really all he's looking for is Iran to not have a nuclear weapon. That is what it is. Dr. Ghazian pointed to the fact that it was Pompeo's 12-point plan, right? The 12 points that come out of the United States are Pompeo's, not President Trump's. So there is an issue of discrepancy between what we hear from our president and what his administration, the people who are the officials who are actually informing him, and why is that important? He's a real estate mogul. That's why it's important. He doesn't know anything about foreign policy. That's a simple reality of the fact. So his advisors are key in informing his views and his opinions because he cannot formulate them on their own, on his own. So his advisors have a very different agenda when it comes to Iran. Bolton, who was his secretary, national security advisor, and Pompeo now, who is still his secretary of state, have very clearly in the past talked about regime change in Iran, have talked about war being on the table, no problem doing that. You have people like Bolton who sit in front of the Mujahideen, in front of the MEK, give speeches about, we'll have this speech again in the next year in Iran. So this is a very clear indication of why there's so much incoherency in this policy, because in fact, if we're to take the president at his word, then that's not what maximum pressure is accomplishing. Maximum pressure, and I know we're going to get into more questions about the successes and failures of maximum pressure, but it's about how we're defining it. And if we look at what the real purpose is, we have to know who are the people who are discussing it. If there is an incoherency in understanding what the purpose of maximum pressure is. Again, from the president himself, the idea is to bring pressure economically onto the government in Iran to affect their behavior, to bring them back to the table to have a negotiation. That's clearly what he wants. In fact, at the UN General Assembly in September, when President Macron of France was trying to garner a deal between Rouhani and Trump, he was really seconds away from doing it. The issue wasn't that Trump wasn't willing to accept everything that the Iranian side was saying. He was willing to accept it. He simply wasn't willing to announce it because of the sort of egoism that exists in the policies of both sides. The egoism in which people, the people who are suffering, are constantly lost on both sides. And there's another point that Dr. Alamdari brought up, that what the United States is willing to do with max pressure is to bring as much pressure as they can to Iran without hurting the United States. And that's not true either. Because we are sitting in this room, we are Iranian Americans, and we are hurting because of the policies of this administration, and all of it is rooted in the foreign policy vis-a-vis Iran. Our families cannot visit because of that foreign policy. Our families suffer there. People that we care about, our loved ones, suffer because of the economic situation there. We have difficulty, and Ms. Yasna York, who is an expert in OFAC and sanctions law, can speak to this much better than I can. We have difficulties in basic financial transactions between these two states. So we are actually suffering. It's just that it's our community that's suffering. Maybe a different American of a different heritage doesn't suffer. But we sitting in this room do suffer from those policies. Thank you very much. Yeah, it's taking a lot for me to keep my mouth shut and not talk about certain aspects of it. But that's not what I'm here for tonight. Dr. Ghazian, sorry about you, Aisha Mal. Pasin, maximum pressure campaign, اقامات زیادی داره ولی موفقیت در این کمپین می‌بینید و برندگان و بازندگان این کمپین چند افرادی هستن؟ ببینید اگر سیاست اعلام شده این کمپین رو که عبارت باشه از دست برداشتن ایران از برنامه هسته‌ایش تغییر سیاست‌های منطقه‌ایش و دست برداشتن از توسعه برنامه موشکیش سه تا نکته عمده که داره البته حمایت از تروریسم و اینا بوده که خب اینا همیشه وجود داشته حتی پیش از این سیاست اخیر اگر این سه تا رو نگاه بکنیم رفتار ایران در مقابل این فشارها خلاف اون چیزی بوده که این فشارها هدفشون بوده یعنی ایران نه تنها تعهدات خودش رو نسبت به برجام نقض کرده و بعد داره برمیگرده به وضعیت پیش از برجام بنابراین
موفق نشده آمریکا با این سیاست که برنامه هسته ایران رو مهار کن. اگر مهار برجام بوده، ما داریم از برجام در واقع بیرون میاد به صورت عملی. بنابراین در این زمینه موفق نبود. آیا ایران از توسعه برنامه موشکیش دست برداشته؟ خیلی. همین پریروز پنتاگون گزارش داد که ایران بزرگترین زرادخانه موشکی خاورمیانه رو داره، حتی بزرگتر از اسرائیل، و هنوز در حال توسعه‌اش. آیا ایران از سیاست‌های منطقه‌ایش دست برداشته؟ نه تنها دست برنداشته، بلکه اتفاقاً شیوه تهاجمی‌تری در پیش گرفته. من شخصاً تردید ندارم که حمله به نفتکش‌ها، حمله به آرامکو در عربستان و چیزهای از این دست حتماً در ارتباط با ایران بوده. بنابراین حتی میشه گفت سیاست تهاجمی‌تر اتخاذ کرده در منطقه. در مورد تروریسم که فکر نمی‌کنم تغییری در این زمینه حاصل شده باشه. بنابراین در این مورد خاص به نظر می‌رسه که این سیاست‌ها به خلافش منتهی شدن. اما چه پیامدهایی داشته؟ پیامدهای ناخواسته یا خواسته هر چی که بوده، این پیامدها برای اون جنبه دیگر از این سیاست‌ها که عبارت بود از تغییر رژیم، از یک جهت مفید بوده. همین روزهای اخیر ما حاصل این سیاست رو می‌بینیم. یعنی مردمی که به سطوح اومدن، جونشون به لبشون رسیده، از وضعیتی که درش به سر می‌برن، رنجی که به طور روزمره می‌کشن و مسببش رو نظامی می‌دونن که بر اون حاکمه، و مهمتر از اون در این وضعیت بدی اقتصادی به سراغ ریشه‌های سیاسی این اقتصاد ناسازگار رفتن و توی این ریشه‌های سیاسی عمدتاً چسبیدن به بخشی از سیاست‌های خارجی ایران. و این اون کالایی است که تبلیغات آمریکایی تونسته به نظر من به مردم ایران بفروشه. من فقط یه رقم میارم برای که اهمیت فروش این ایده رو به مردم بگم. ببینید، پارسال بود فکر می‌کنم که گروه اقدام ایران در وزارت خارجه گزارشی داد که ایران از سال 2012 تا 2018 16 میلیارد دلار در منطقه خرج کرده برای پیشبرد اهداف منطقه. یعنی به طور متوسط چیزی بوده سالی 2.5 میلیارد. این 2.5 میلیارد اگر در نظر بگیرید بودجه ایران هم 450 هزار میلیاردی که اشاره کردن، 450 هزار میلیارد تومان، به قیمت حسابداری بودجه ما عبارت از حدود 100 میلیارد، 100 اندی میلیارد. بنابراین اون رقم هر سال در واقع 2.5% از بودجه ایران صرف به اصطلاح توسعه سیاست های منطقه‌ایش می شده. سوال این است که جمهوری اسلامی با اون 97.5% دیگه چی کار کرده که این وضعیت برای مردم پیش اومده؟ این وضعیت بحرانی اقتصادی که مردم درش به سر می برن به خاطر این نیست که فقط 2.5% داره در سوریه یا یمن یا هر چیز دیگه خرج می کنه، می ده به تروریست ها یا هر چیز دیگه، بلکه به خاطر ندانمکاری به سیاست‌های ابلهانه، فساد و بسیار چیزهای نادرست دیگری است که در اون کشور جریان داره و 97.5% دیگه منابع رو داره می‌سوزونه. مردم به این قسمتش کمتر شاید کار دارن تا به اون 2.5%. بر همینه که تو شعارها می‌بینید که میگن پول به بنزین گرون شده، خرج فلسطین شده، سوریه رو رها کن، فکر به حال ما کن. در مورد یمن یا لبنان یا غزه یا هر چیز دیگه هم از این حرفا میزنن. دلیلش اینه که این کالا رو خریدن که آقا این سیاست خارجی ایرانه که مسبب بدبختی ماست. من شخصا معتقدم اتفاقا این حرف درسته، اما نه به این شکل. من با آقای علمداری هم موافق هستم که مشکل رابطه ایران آمریکا ایرانه، اما نه ایران و آمریکا، بلکه اسرائیل. ایران به خاطر دشمنی با اسرائیل که بقیه این چیزها رو در جهان داره دنبال میکنه، در حالی که هیچ دلیل استراتژی، هیچ دلیل تاریخی، هیچ دلیل منطقی ما برای دشمنی با اسرائیل نداره. و حتی اگر قرار است که رابطه ایران با آمریکا بهبود پیدا بکنه، ابتدا باید رابطه ایران با اسرائیل تغییر کنه. بدون تغییر رابطه ایران با اسرائیل، رابطه با ایران با آمریکا هرگز بهبود نخواهد گرفت، چون خود اسرائیل اتفاقا مانعش خواهد شد. بارها دیدید که هر بار دولت‌های آمریکا تلاش کردن برای نزدیکی به ایران، دولت اسرائیل، هر دولت که سر کار بوده، سعی کرده مداخله کنه و در این روند اخلال ایجاد کنه. به دلیلی که مشکل اسرائیل اول باید با ایران حل بشه و ایران اول باید مشکلش رو با اسرائیل حل کنه،
تا بتونه مشکلش با آمریکا حل کنه. بدون حل مشکلش با اسرائیل، مشکلش با آمریکا حل نخواهد شد. بنابراین یه چیز بنیادی تری در سیاست خارجی ایران وجود داره که باعث این بدبختی ها شده، ولی نه اون چیزی که آمریکایی ها به ایرانی ها فروختن و اونها امروز تو خیابون فریادشون میکنن. مشکلات اقتصادی ما ناشی از ندانکاری، بی‌برنامگی، فساد بالایی است که در جمهوری اسلامی وجود داره و البته نبودن لوازم دموکراسی مثل مسئولیت پذیری، مثل شفافیت و نهادهای ناظر و چیزهایی از این دست که بشه جلوی این وضعیت وخیم اقتصادی ایستاد، روشنش کرد، بازخواست کرد، مسئولیت خواست. این چیزهاست که در مملکت ما قایب مجموعه لوازم نهادی و رویه‌های دموکراتیک که خب میتونه یکیشم فساد بیاره در زیل یک نظام جبهداری که به هیچ کس هم پاسخگو نیست. این اون 97% که داره حل نمیده، نه اون 2.5% که ممکنه صرف این چیزا شده باشه و همه کشور رو صرف میکنن و میبینید که ممکنه تاثیر اصلی هم در کشورشون نداشته باشه. اگر مجموع هزینه های نظامی ایران رو مثلا بخواید حساب کنید با کشور همسایه، بسیار ناچیزه. من فقط با عربستان نمیگم، حتی با امارات، با قطر، با دیگران هم بخواید مقایسه کنید، هزینه بسیار ناچیزیست، حتی به صورت سرانه اگر حساب کنید دیگه که بدتر. بنابراین در عین حال که این نقطه وجود داره که این سیاست به هدفش نرسیده، اما ببینید چه عاقبتی برای مردم ایران به بار آورده. یکی از مهمترین این پیامدها این است که این اتفاقات، یعنی این سیاست فشار حداکثر، حتی اگر به برافتادن این رژیم کنونی هم منجر بشه، به سمت و سوی دموکراسی نخواهد رفت. بنابراین اگر کسانی دغدغه‌شون این است که این رژیم برافتاده بشه، هدف یا برنده این بازی اونها خواهند بود. شاید، مطمئن نیست. یعنی ممکنه در کوتاه مدت این سیاست فشار حد اکثری به تغییر رژیم منجر نشه، ممکنه در میان مدت رژیم بتونه مقاومت کنه، اما معلوم نیست در بلند مدت هم بتونه مقاومت کنه. بنابراین یکی از برندگانی که سوال کردید ممکنه کسانی باشه که ایده براندازی این رژیم رو دارن، اما یک کسانی که ایده استقرار دموکراسی در ایران رو دارند هم برنده این بازی خواهند بود. به نظر من اونا بازنده این بازی خواهند بود، به دلیل اینکه شرایطی که از پی این فشار به وجود خواهد اومد، زمینه‌های معدود موجود دموکراسی در ایران رو هم از بین خواهد برد. جامعه که با فقر دست به گریبانه، جامعه که پر از تضادهای داخلی است، جامعه که حتی مخالفینش بین خودشون نمیتونن به توافق برسن، جامعه نیست که رنگ و روی دموکراسی یا آینده از نور دموکراسی درش دیده بشه. و این فشارها اون سیاست معمولی که مردمی که دستشون به دهنشون میرسه اون وقت طالب کالای لوکس دموکراسی خواهند بود رو هم نابود میکنه. دموکراسی خواسته های دموکراتی خواسته های لوکستری هستن نسبت به امنیت و رفاه. مردمی که امنیت و رفاه نداشته باشن دنبال دموکراسی نخواهند رفت. این سیاست هر شکل باشه، هدفش هر شکل باشه، یکی از پیامدهاش حتما این هست، یعنی رفاه و امنیت رو در ایران کاهش میده. وقتی رفاه و امنیت رو کاهش داد، شانس و اقبال دموکراسی رو در ایران کاهش میده. بنابراین اگر کسانی به دنبال براندازی هستن، اونا احتمالاً از برندگان شما بود، مثل بخشی از دولت آقای ترامپ. اگر کسانی به دنبال دموکراسی هستن، اونها به نظر من بازنده این ماجرا خواهند بود. ممنونم. سوال بعدی برای همه هستش. دکتر علمداری، اگر اجازه بدیم با شما شروع بکنیم. با توجه به عدم تمایل ترامپ به جنگ، گزینه های بعدی آمریکا برای مقابله با ایران چه خواهد بود؟ بله، اجازه بدید که باز دو تا از اون اصولی که به نظرم میاد باید روی صحبت کرد رو طرح بکنم و برم سراغ تاسو. از وقت تو کم میشه، ولی همجور بفرمی فرد. بله، من از شما فرد، خیلی من یکی از این اصول نخبانه من این است که جمهوری اسلامی از پایان جنگ ایران عراق دنبال بمب اتم بوده، سلاح اتمی بوده و تلاش های مختلف کرده که دستیابی بده و اون دستیابی پیدا کنه. حسن روحانی زمان احمدی نژاد یک کتابی منتشر کرد، قبل از اون کتابی دفترچه 15 صفحه‌ای منتشر کرده، در اونجا به طور خیلی واضح و روشن اعلام کرده که ما مثل کبک سر رو گذاشتیم تو برف، فکر میکردیم دیگران نمیدونن ما بهتون چیکار میکنیم. اونا تمام تکنولوژی که ما از بازار سیاه میخریدیم و از چین میخریدیم و از لیبی گرفتیم و از پاکستان گرفتیم،
به آژانس بین‌المللی اتمی گزارش می‌دادن. و این آقا بازم دست بر نداشتن. در همون شرایط احمدی‌نژاد گفت ما آژانس بگیریم زیر کنترل خودمون. روحانی موقع رئیس امنیت ملی بود، شورای امنیت ملی بود، تنز رئیس جمهور نبود. از اون پرسیده بود که ما چگونه میتونیم آژانس زیر کنترل خودمون بگیریم، آژانس بین‌المللی اتمی رو؟ و اون نمیتونیم، اونا 30 میلیارد خرج میشه در آمریکا میگه کشورهای اروپایی میگه گفت 30 میلیارد ما میدیم. اصلا روحانی در پاسخ گفت خداحافظ، اصلا نمیفهمم چی داره میگه، اصلا دنیا رو نمیفهمی چگونه داره اداره میشه. در حال نکته این است که اگر جمهوری اسلامی به فرض اینکه به بمب اتم دست پیدا میکرد میشد پاکستان دیگه، چون بس دائما مراقب باشه که از این بمبها استفاده بکنه، یکی بالاخره بترسونه دیگه رو. نکته دیگر که بخواهم بگم این است که در همین ارتباط چین و ببخشید اوباما در زمان اوباما بیشترین فشار رو به ایران وارد کردن. اوبامای لیبرال ترامپ نبود ها، من با سیاست ترامپ در مورد به هم زدن برجام مخالفم، ولی اوباما تونست یک توافق اتحاد جهانی ایجاد بکنه، از جمله متحدین جمهوری اسلامی را بیاره. جز این توافق و 11 بار علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر کنن، 6 بار در سازمان ملل، 5 بار در آژانس. اوباما بود که میگفت همه راه‌ها روی میز هست، یعنی همه آپشن‌ها روی میز هست، یعنی اگر توافق انجام نگیره جنگ ممکن است. ولی امروز ترامپ میگه ما جنگ هم نمی کنیم و نشون داده که اهل جنگ نیست، و چه خوب که اهل جنگ نیست. من فکر میکنم که اگر ما امروز روی جمهوری اسلامی فشار بیاریم، اگر امروز جمهوری اسلامی فشار وارد بشه به ضرر مردم است، همونطور که در دوره اوباما به ضرر مردم بود، ولی نهایتا به نفع مردم است. برای اینکه جمهوری اسلامی مطابق ارزیابی وزارت خزانه داری آمریکا جکلو 500 میلیارد دلار به دلیل تحریم ها و هزینه هایی که برای پروژه اتمی کرده بود ضرر زد به ایران، و اگر این پروژه قطع نمی شد بازم ضرر بیشتر می زدن. زمانی که این پروژه قطع شد پولش رفت توی مردم، ولی دستگاه فاسده، فساد در ایران نمی زده چه کار بکنن. نکته دیگر که می‌خواستم بگم خیلی بگم غیر منصفانه است که ما بگیم فکر بکنیم که این خانواده ها رو جدا انداختن از هم دیگه. هزارها، صدها هزار، شدن میلیون نفر خانواده ها جمهوری اسلامی جدا انداخته و نمیذاره به ایران سفر کنن. یکیش خود من هستم، هر بار خواستم خانواده رو برم ملاقات بکنم رفتم ترکیه، دبی، سوریه، ارمنستان. ما ها جدا افتادیم از هم دیگه توسط ترامپ، یه جمهوری اسلامی خانواده رو جدا کرده، ولی گذشتیم یه خانواده رو کشته بمانه. ببینید شما راه رو اگر بخواییم راه اصولی رو طی بکنید برای حل مشکلات ایران، مشکلات ایران برای حل در ایران هست، سوال آمریکا نبود. اگر ما با آمریکا در نیفته، ما که نه جمهوری اسلامی با آمریکا در نیفتاده بود از روز نخست، سفارت رو چار نمی کرد، کارکنان رو 444 اسیر نمی کرد، 40 سال شعار مرگ بر آمریکا نمی داد، پرچم راکت نمی زد، اگه این کار نمی کرد که ایران جوری نمی شد که آمریکا چه مخالفت بکنه. ولی ما بیم سراغ آمریکا، حالا یا اوباماست یا ترامپ است یا کلینتون هست یا بوش هست، هر کس دیگر ممکن باشه، فشار میاد با آمریکا با ایران کنار بیاد. ایران کنار نمیاد، ایران تا خامنه‌ای با روحانی کنار نمیاد. روحانی اعلام کرده که در آخرین نشست سازمان ملل اگر یه ملاقاتی با ترامپ کرده بود مطابق گزارشی که مکرون داده، راه حل برای برداشتن تحریم ها باز میشد، ولی روحانی اجازه نداشت، چون قدرت اصلی دست کسی دیگه است، کس دست خامنه‌ای و تندروها و سپاه است که میخوان مقابله بکنن و مردم ایران رو
در یک بحران عظیم کردن. مشکل اونجاست. اگه راحتی داریم فشار داریم اونجا فشار بیاریم. ما اینجا خب بالاخره توی یه دموکراسی هستیم و یه سری ویکوز برای ما هست. برای کسان که اینجا هستن و نظر شما در رابطه با کارهایی که ادمنستریشن ترامپ میخواد انجام بده و اینکه از یه طرف یه سری تو ادمنستریشنش میگن به این جنگ خودش مشخصه که نمیخواد بره جنگ. علاوه بر این چی میبینی؟ میخواد تمام راههایی که جمهوری اسلامی میتونه همین وضعیت ادامه کنه ادامه بده ببره. مثلا میخواد به هند بگه اگر میخواید با ما رابطه بازرگانی داشته باشید با ایران نمیتون داشته باشید. این حداکثر فشارها رو میخواد وارد بکنه. ولی اگر ما میخوام مشکل ایران حل میشه همونطور که دکتر غازیان درست اشاره کرد شعار نابودی اسرائیل حذف بکنیم و تا زمانی که ما دیگه مرگ بر آمریکا اسرائیل از کره خاک محوش بکنیم خب تمام کشورهای دنیا علیه ما هستن و چرا ما این کارو بکنیم؟ چرا ما این سیاست دفاع میکنیم؟ چرا فکر میکنیم که اگر ما بیام به آمریکا فشار بیاریم خامنه‌ای قبول میکنه که بیاد مذاکره کنه؟ خامنه‌ای قبول نمیکنه. پس چیکارش بکنیم؟ ولی شما فکر نظر شما اینه که هر کسی که مثلا بگه من علیه ماکسیمم پرشر هستم با ایران یا من مخالف جنگ با ایران هستم یعنی داره جمهوری اسلامی رو سپورت میکنه؟ نه خیر، من میگم راه حل چیه؟ شما برای که ما اینجا هستیم، آیا چیزی می‌بینید اینجا در وضعیت ما داخل آمریکا با این ور قضیه؟ برای که اونور هم زیاد به کنترل نداره، فقط می‌تونیم اینجا بشه و بگیم تو ایران این پرابلمزهایی هست که من حالا من شخصا شما چه کار باید بکنیم؟ خب ما داریم راجبه آمریکا چه کار بکنیم؟ سوال اینجا همین بود برای شما که من خب من از نظر خود من مادر هستم الان هم میگم هر وقتی من جای خود من میگم به عنوان کسی که تخصصم در رابطه با تحریم‌هاست و 10 سال گذشته دیدم چه بار سنگینی روی روش ایرانی آمریکایی یعنی سیتیزنزهای آمریکا که اینجا دارن زندگی میکنن هست تاثیر منفی که روی ایرانیایی که داخل ایران هستن هست اصلا کاری به هیچ من اصلا از نظر دموکرات و ریپابلیکن ایشو سر این حد چیزایی هست شما میتونید تو قوانین درست کنید تو همین تحریمایی که هر روز میان روش صحبت میشه ولی در عمل خیلی اشکال دارن درست کنن فشاری که ما میتونیم بزنیم روی رپرزنتنتیوز که بتونن قوانینی که عمل شدنی هست پیاده کنن یه مش آدمایی که هیچ ایده‌ای ندارن سیستم ایران سیستم بانکی ایران چجوری کار میکنه اومدن یه سری قوانین پیاده کردن و این موندیم توش میدونید چند میلیون دلار دولت آمریکا در سال خرج میکنه برای کیسزایی که اصلا مشکل توش نیست داره پراسیکیوت میکنه آدمای میندازه زندان که نباید زندان باشن کسایی دستگیر میکنه که نباید بکنن و این کانالایی که بستن کمک میکنه به کسایی که برادرز هستن و تروریست ها و اینا انجام بدن من از من اگر میپرسید از اونجا شروع میکنم ولی مشبختانه من سخنران امشب نیستم برای میریم سر دکتر راد Dr. Rad, given Trump's unwillingness to go to war, what do you see the U.S.'s next options against Iran would be? Okay, so I'd like to clarify a few things. First, the idea, when I say that we are separated from our families, there's no insinuation that the Iranian government has not done the same things. Okay, let's make that very, very, very clear. If I'm speaking as an American, again, I hate to keep pointing this out, sitting in America, if I'm going to talk about a government and what they do and where I can have an effect, I'm going to talk about the United States, the country in which I was born, the country in which I was raised, where I vote, where I pay taxes, where we're not just, I'm assuming everybody in this room pays taxes, I'm assuming this. Hopefully, everybody in this room is paying taxes. The IRS is the most efficient branch of this government. So, it's our tax money that creates certain policies. And just because, I'm sorry to say this, but just because the Iranian government is a bad actor, it doesn't mean that we should be as well. If they separate families, it doesn't mean that we should separate families. There is no logical congruence that says because one side does something bad that we should all do the same bad thing. And by the way, we're not only separating Iranian families, right? We're not doing that. We see pictures of children in cages separated from their families at the border of this country. That is something, a policy that our government is carrying out. And if we cannot call out our own government, if we do not care about anything that happens in the country that we live in, then we are not participants in a democracy.
So it is difficult for me to understand how we can talk about democracy in another country if we do not participate in it or engage in it in the country in which we are actually Democrats. We are not Democrats as a party. You can be Democrats, you can be Republicans. But if we are not engaging in democracy, we cannot talk about other people engaging in democracy. So that's the first point. In terms of this particular question, which is Trump has a, yes, absolutely. Trump has shown, oh, I'm sorry, I did want to mention this too. I've never said that Obama didn't put pressure on Iran's government or Iranian people. Of course, that's part of what garnered the Iran deal, which also goes back to what Dr. Adam Lay said, that I believe it was Jomri Islami Putan Iyad, except for the fact that they absolutely did. That's why there was a deal. Denying the fact that there was a deal, denying the fact that that flies in the face of what Iranian hardliners have ever wanted, right? You're absolutely right. They say MAGA America for 40 years, and that same ridiculous, ridiculous mantra is still there, and yet they came to the table to an agreement with the United States, knowing that the United States was at the table, because that was a pivot. That was something that they could have done. And by the way, if we're talking about the aspirations of Iranian people, if we're switching, and now we're not talking about the US and we're talking about Iran, regardless of how we, regardless of the fact that absolutely Iranian elections are to a certain extent a farce, right? The Guardian Council vets the candidates, they're not free, they're not open, but people, Iranian people who vote are real people, and they are participating. And if we deny them that agency, we're no different than the people that vet the candidates and don't let them vote in the first place, or when they let them vote, they let them vote in these limited ways. So if people went to the ballot boxes in Iran and said that they wanted an administration in Iran that would garner this exact deal, then that's a support of the aspirations of Iranian people, right? That's what they wanted. That's what the ballot box said in terms of what they wanted. And the majority of, you know, actually proportionately, people in Iran participate in elections more than the proportion that they do in the United States. 70% of people in the 2017 elections participated who were eligible to vote in Iran. 50% did in the United States in 2008, in 2016. And this is a result of the fact that we didn't have participation in this country. So we can talk about President Trump not wanting war, by the way, which he doesn't, because his base doesn't want that. His base doesn't want more money to be spent, rightfully so. Trillions of dollars, trillions of American dollars have been spent in wars in the Middle East. Trillions. While in the United States, 40 million people live in poverty, while in the United States, education for undergraduate students has become egregiously expensive, we have trillions of dollars in school loan debts, while our medical system is, for a first world country, for the wealthiest country in the world, a joke to every other first world country in the world, and we spent trillions of dollars on military. This on military and wars that have had no point and bore no fruit and no benefit to Americans, at least. And so what they want is to stop spending that money there. They don't want wars. Yet the same president has actually sent more troops to the Middle East, right? So he took troops out of Syria, but remember, he sent troops into Saudi Arabia. And he did not say that war is off the table, just like every other president in the United States. War is on the table, but of course he'd like to avoid it to the best of his ability. And I hope that he does, not just for the fact that I have family in Iran and I want them protected from a war, but because as an American, I don't want my country fighting needless wars. I'm tired of endless wars. My entire adult life, my country has been in war. And me and my generation is sick of it. So yes, we don't want wars. کمپین مکس دارم پشت چی بوده و آیا شما فکر میکنید رفتار آقای ترامپ و اومدن بیرون از آمریکا از برجام
به تندران داخل ایران قدرت بیشتری داد دارن. من گفتم مخالفم با اون که. نه میدونم حالا. من که اون مخالفم گفتم اگر سواز فشار بید اوباما بیشتر فشار آورد و دستاوردن داشت فشارش دنیا رو متحد کرد متحدی جمهوری اسلامی بود که استراتژی جمهوری اسلامی فرق خودش که چون خیلی دستاورد گذاره بوده با تو شما به هم زد من باش مخالف ولی الان من صحبتم این است که مشکلات ما در ایران هست اگر با آمریکا نمیتونیم رابطه برقرار بکنیم به دلیل اینکه در ایران دیکتاتوری فاسد است در اینکه دیکتاتوری هست به مردم اجازه نمیده دولت خودشون انتخاب بکنن حق رأی داشته باشن مشکل در اونجاست که در منطقه داره خرابکاری میکنه من فکر میکنید که این ادمنستریشن ترامپ با قدمایی که برداشته قدرت بیشتری به حکومت ایران داده مخصوصا به تهران یا نه ببینید بحث در این است که من میخوام برام روشن بشه که من میخوام راجع به حل مشکلاتی که بین ایران و آمریکا هست حرف بزنیم یا حل مشکلاتی که آمریکا هست حرف بزنیم ببینیم از جوری که این پیامون من به من توضیح داده شده نه این سوالایی که من برای که خب بحث خیلی هست ما از هزار انگل میتونیم راجع به این صحبت کنیم و برای دو ساعت متاسفانه اندازه کافی فرصت نداریم که بتونیم وارد همه از این انگل ها بشیم که میکنم شما موافق هم میکنیم برای همینه از قبل صحبت کردم تیم دو تا سخنرانی سندرز رو بخونیم تمام اشاره که ایشون خواهد بکنیم کرده سناتور هم هست بله من فکر می‌کنم در دو تا نکته دیگه هم بگم از اون موضوعی که بهتون رفت من فکر می‌کنم که راه حل مشکل ایران برقرار کردن رابطه با آمریکاست راه دیگه وجود نداره و همونطور که دکتر قاسم اشاره کرد اسرائیل اونجا گیره چون نمیتونید ضد اسرائیل باشید بخواد اسرائیل براندازی بکنید با آمریکا رابطه برقرار بکنید با مشکل ایران حل بکنید نمیشه برای یکی از اصول این است که با آمریکا رابطه برقرار کرد حسن روحانی وعده داد که این کار رو خواهد کرد خامنه‌ای نذاشته خب مشکل اونجاست دیگه مشکل آمریکا که نیست که نکته دیگر این که ساختار حقوقی ایران به مردم ایران اجازه نمیده که بگن خواستشون چی هست من فکر میکنم نظرسنجی نکردم، فکر میکنم اکثریشون نظرسنجی کردن بلکه من فکر میکنم اکثریت مردم ایران خواهان برقراری رابطه عادی با آمریکا هستن این مشکلاتی در آمریکا وجود داره برای کره شمالی، کره جنوبی وجود داره برای آمریکای لاتین وجود داره، برای ژاپن وجود داره، برای تمام دنیا وجود داره برای هند وجود داره، برای ویتنام وجود داره، برای با آمریکا رابطه برقرار کرده ویتنام نمیاد بگه چرا مثلا اگه هوملس هست من رابطه برقرار نمی کنم حتی هند نمیاد به انگلستان که تو دو قرن ما رو استعمار کردیم با تو رابطه برقرار نمی کنم این جمهوری اسلامی سی بهانه میگیره که شما در کودتا 28 مرداد حکومت ما شار آوردن سر کار ما با شما رابطه برقرار نمی کنیم بلکه بیشتره الان بحث اون نیست بیشتره آخوندها در اون زمان طرفدار کودتا بودن خود آخوندها طرفدار کودتا بودن کاشانی در اطلاع کودتا بوده بزرگترین مرجع تقلیت شیعیان در اون موقع بزرگردی بعد از کودتا به شاه تبریک گفته من نکتم این است که ما راجع به رابطه آمریکا و ایران هم حرف بزنیم و بگیم مشکل کجاست و چگونه میتونید میشنه حل کرد واقعا مشکل حل رابطه ایران آمریکا این نیست که در آمریکا مثلا هم یه 40 میلیون بیمه بهداشت نداره این نیست واقعا یا فقیر هستن بذارید بهتون چیزای دیگه بگم از آمریکا یک فرد مسن که در آمریکا ایرانی مکزیکی یه جای دیگه هر مال شهروند دیگری که میاد آمریکا شهروند میشه بدون که در آمریکا کار کرده باشه بدون که در آمریکا تکس پرداخت کرده باشه امروز از بیمه کامل برخورداره حقوق بهش میدن
حتی اگه خانوادهشون شخص مسن رو نگهداری کنه به خانوادهشون پول میدن. خب اینا هم چیز مثبت به وجود داره. تو نمیخوای اونا رو ببینی. فقط مهدیار میخوای ببینی. نه بس ما چه نه این مثبت نه اون منفی. چون شو افشاگه این کنه دو امریکا. من نرفتم. من انرگاه ما مذارم نام. دو که برم دارید. انرگاه مملکت منه. من اینجا هم نرفتم. من به خاطر اینکه انرگاه رو دوست دارم این مرگاه میدنم. تا فکر میکنم باید برگرده به اصول خودش. امریکا برای همین کشوری هست که یه سیاه‌پوست شما دارید کسایی که مهاجران 80 سالشون اومدن الان امریکا دارن زندگی میکنن رو دارید. کسایی که سیاه‌پوست هستن که نسل در نسل تو امریکا برده بوده الان رئیس جمهور میشن؟ بله دیگه پلیس هم سیاه نمیشن. رئیس جمهور میشن، یه نفر که رئیس جمهور شده هزار تا سیاه‌پوست توی خیابون به خاطر اینکه سیاه‌پوست هم پلیس میکشن. شما میتونید تاریخ رو نمیدونید دنیا چی بوده؟ من خیلی معذرت میخوام، من تاریخ رو نمیدونم. تاریخ آمریکا میتونید متاسفانه نمیدونید. سال 55 هنوز تاریخ رو میذارم. اوکی. یه چیزی که من واقعا افتخار میکنم که آمریکایی آمریکایی بودن، اینکه آدم میتونه بشینه توی فضای اینطوری و ایده‌های مختلف اکسچنج کنه توی محیطی که آدم ریسپکت بکنه، همه نوع آدم از همه زاویه‌های مختلف میتونن صحبت کنن. و واقعا میگم این چیزایی که من خودم میگم، اگرم فکر نمی‌کنم کسی اینجا نشسته که واقعا we're proud of being an Iranian American. فکر نمی‌کنم کسی هم از ایرانی بودنش هم از آمریکایی بودنش، حالا اگر از نظر یه چیزایی بین این دو کشور پیش اومده اون بحثش جداست. ولی اگر برگردیم سر بحث امشبمون، سوال بعدی برای دکتر راد هستش. دکتر راد، what do you expect from the future of maximum pressure after the 2020 election? Will Trump change his tactics with Iran if he gets re-elected? And what if a Democrat gets elected? How will they approach Iran? First, just one thing that I want to say is there was an allusion to the idea that the issue in relations between Iran and the United States is because Iran is a dictatorship, which it absolutely is. Iran is a dictatorship, as is Saudi Arabia, which the U.S. has wonderful relations with. So I'm not sure if being or not being a dictatorship is what is the root as to why the U.S. chooses to have relationships with states or not. Talking about these elections, in terms of what Trump has done, President Trump has done vis-a-vis Iran, it's the same pattern that he's followed with every other policy that he's done since he's come into office. Basically, if President Obama did something, President Trump wants to reverse it, repackage it, and pretend like it's a better version that he created. The Iran deal is no different. It's not because of an ideological outlook that he has, it's not because he's tied to something that has to do with Iran specifically. It was the biggest foreign policy legacy of the Obama era, and so he wants it diminished, right? He wants to take it, repackage it, have a photo opportunity, say, look, I did something better, tweet about it, and then that would be the end of the story for him, okay? So that's what President Trump wants. If he's elected again, there's no reason to believe that that tactic would change. What could change in the United States in terms of how policy vis-a-vis Iran is treated is if you actually have a Democrat that's elected. Right now, of the leading Democratic candidates, in the last Democratic debate when you had 12 people on stage, one of the questions that was asked was, would you return to the Iran deal? Of the 12 candidates sitting on stage, 11 raised their hands and said yes. Okay? The two of the leading candidates, three of the leading candidates, Biden, Sanders, and Warren, all said that they would return. If Iran abides by the deal, they would return to the deal. Okay, so this is a clear distinction between what the Democrats are doing and what the Trump administration is doing. Furthermore, the DNC, the Democratic National Committee, actually adopted a resolution, which is very important. The fact that they adopt, there's so many policies and politics that you talk about in the United States, but the DNC actually adopted a resolution about returning to the JCPOA. So that means that's part of the DNC platform now. So there's a distinct difference in the way that this administration, and then because it's a Republican administration, potentially other Republican administrations would handle the JCPOA, and what would happen if we actually had one of these Democratic candidates elected. Now, none of these candidates have a bleeding heart for Iran's dictatorship. None of them. None of them speak highly of it. They would simply say that they would return to the deal for the same reason that the Obama administration originally had the deal, because they wanted to curtail Iran's ability to get a nuclear weapon. Now, here's something else to consider about the Iran deal.
We talk about it as Iranian Americans because we talk about it in terms of U.S. and Iran relations. But there is a much larger issue at stake when we talk about the JCPOA. There are two existential threats to our species that currently exist. And for younger generations, these might be more pressing issues: climate change and nuclear proliferation. Okay? Those are the two things that could actually terminate us as a species. And they require, by definition, they require international responses. They require countries that are even adversaries to work together and cooperate, or we will never be able to do anything about either of those issues. What the JCPOA was a model, A, for nuclear non-proliferation. It guaranteed that Iran could not get a nuclear weapon, and it monitors Iran. It monitors Iran constantly. Something that, by the way, other countries don't have to do. Regardless of how we feel about Iran and Iran's government, it is an absolute, there are other countries, Pakistan, for example, that has a nuclear weapon. Israel has nuclear weapons. They have weapons, not nuclear energy programs, weapons. But they're not held under the same burden. If you are sovereign states, you are allowed to have a nuclear program. But we are saying we want to monitor Iran's, which I'm very, very happy about. We should monitor Iran's because we should monitor everyone's. Because it is a danger not just to Iranians, but to the world. So it was a model for that, and it was a model for cooperation, where the US and Iran didn't come to the table to become friends. They came to the table as adversaries and understood that in certain situations, you have to have cooperation. And so that is why these models are so important, and that's why the Democratic Party and the Democratic candidates that we see are moving towards that. It's no coincidence that they're also the party that doesn't deny things like climate change and doesn't want to pull out of other accords, like the Paris Climate Accord, which we also pulled out of, right? So this is not just about, you know, relations between Iran and the US. This is about a model of behavior that stems from us as the leader of the world. Thank you. سوال بعدی برای همه هست و اگر دکتر قاضی اجازه بدید من با شما بحث شروع میکنم. ما وقتی که صحبت رابطه ایران و آمریکا میکنیم نمیشه که راجع به قوانین مهاجرت و همچنین تحریم‌های اقتصادی و تأثیری که این ترامپ بیان یا این سفت کردن تحریم ها و تحریم هایی که همیشه هم به جا بودن همونطور که آقای دکتر هم گفتن هم تو الان از موقعی کلینتون در واقع اینطوری پیاده شدن از سخت‌تر سخت‌تر شدن یا مقداری بهتر شدن سخت‌تر شدن نظر شما چی هست این که این پیاده کردن این قوانین چه ترامپ بودن چه سخت کردن تحریم ها آیا واقعا قدرت دولت ایران را کمتر کرده یا فکر میکنید که تاثیر اصلی اینا روی ملت و مردم ایران بوده؟ اجازه بدید قبل از اینکه من به این نکته پردازم چون یک نوبت هم از من دعیه کردی من کنترول کاملا از دستم رفت یه لحظه نتونستم با خیلی عذر میخوام چون شما این نوبت اصلا من میگم چه پنج نوبت با شما فقط میخوام تصریح کنم دو سه نکته رو که ممکنه صحبت من رو با سوء تفاهم رو برو کنه من با آقای دکتر علمداری موافقم که مشکل رابطه ایران و آمریکا به ایران برمیگرده به این مفهوم که نه به این مفهوم که ایران یه کارایی رو شروع کرده که حالا دیگه رابطه با آمریکا نمیتونه برقرار بشه مثلا یه رو من گرفته به من کرد چون اگر نخواهید این قسمت از تاریخ رو قیچی کنیم بعد بخوایم برگردیم اون میتونه بگه تو اون کار کردی من اون کار کردم تو اون کار کردی من اون کار کردم یه جایی بالاخره باید قطع بشه و مقصر یا برش کسی که مسئولیت بیشتری داره شناخته بشه و این امکان پذیر نیست اما از طریق دیگری میشه فهمید چرا مشکل رابطه ایران و آمریکا ایران و نه مشکل و این هم دوباره تاکید کنم که رابطه ایران و آمریکا مشکلش در رابطه ایران و آمریکا نیست اتفاق در مشکل در رابطه ایران و اسرائیل مادامی که اون مشکل حل نشه مشکل رابطه ایران و آمریکا حل میشه اما چرا این دو تا به هم پیوند خورده برای این چیزی که میخوام بگم اساس مشکل اساس مشکل در کجاست رژیم جمهوری اسلامی رژیمی است برآمده از یک انقلاب انقلابی که هم یک گفتمان ضد امپریالیستی در جهانش وجود داشته و قادر بوده هم یک گفتمان به اصطلاح ضد استکباری به نسخه اسلامی همون مبارزات ضد امپریالیستی
این رژیم برآمده از این وضعیت گفتمانیه و این وضعیت گفتمانی تبدیل شده به بخشی از هویت رهبران و هسته سخت پیروان این نظام سیاسی. این نظام سیاسی یک نظام سیاسی دموکراتیک نیست که متکی باشه به آرای مردم و اونچه که مردم میپذیرن چه در مورد انتخاب رهبران چه در مورد انتخاب سیاست ها رو بخواد دنبال کنه. پس ناچار به یک هسته سختی از پیروان و وفاداران جدی خودش متکی بشه. این وفاداران کارشون این است که در واقع وفاداری میفروشن و حمایت میخرن. اینو بهش میگن نظام کلاینتالیستی، نظام حمایتگرانه در جامعه شناسی سیاسی. این نظام کارش اینه. خب حالا اونایی که دارن این وفاداری رو در واقع میفروشن چرا میفروشن؟ یه بخشش به خاطر البته حمایتی است که به دست میاد، ولی بخشی از اونم ناشی از اون هویتی است که اونها رو هم هویت کرده با رژیم سیاسی که عبارت باشه از اون خصیصه ضد آمریکایی بودن یا به اصطلاح ضد استکبار بودن. حالا شما در نظر بگید این رژیمی که متکی به مردم نیست بخواد این هسته سخت پیروان خودش رو ناامید کنه، از صحنه بیرون کنه، خب دیگه دلیل اون وقت برای حکومتش باقی نمونه، چون اون وفاداری ها دیگه وجود نخواهد داشت و چون اون وفاداری ها وجود نخواهد داشت متزلزل خواهد شد، یا باید به آراء عمومی تن بده، یعنی به حاکمیت ملت که اون وقت دیگه چرا اون بالا نشسته و دیگه کس دیگه بره، چرا این سیاست رو باید اجرا بشه، خب یه سیاست های دیگه باید اجرا بشه. بنابراین میبینید که این ماجرا کلا با ماهیت نظام سیاسی ایران پیوند خورده. این نظام سیاسی نیاز داره دشمنی با آمریکا، برای اینکه این دشمنی با آمریکا هوادارانش و وفادارانش رو از لحاظ اخلاقی موجه میکنه که از این نظام هر قدر هم ستمگر حمایت کنن، برای اینکه احساس میکنن داره یک کاری در جهان انجام میده، با زور، با ارهاب، با سلطه بین‌المللی دارن میجنگن. این یک گفتمان در بین این پیران که این گفتمان خوب ساخته و پرداخته شده بهشون دائما فروخته میشه و اونا مصرفش میکنن و در اون جهان و زمان زندگی میکنن و براشون مهمه و برای همین پای کار ایستادن به اصطلاح. از طرف دیگه ماجرای اسرائیل هم هست. اسرائیل هم به همین دلیل باید باش مقابله بشه، چون این نظام برآمد از انقلاب یکی از ویژگی‌هاش اتفاقا مخالفت با اسرائیل بود، مخالفت با اسرائیل قاصد بوده و دفاع از فلسطینیان مظلوم. این هویت انقدر اهمیت داره که منطق این به اصطلاح حمایت رو از بین برده، چون شما اگر بگید خب به خاطر مسلمان بودن مردم فلسطین دارید از اینا حمایت میکنید، خب بقیه مسلمانان جهان چطور؟ چرا مثلا جمهوری اسلامی از مسلمانان میانمار یا اویغورها در چین یا در چچن یا در آذربایجان در جنگ قره‌باغ دفاع نمیکنه؟ چون با به اصطلاح حاکمیت نمیسازه، با حفظ قدرت سیاسی نمیسازه، اگه بخواد این کار بکنه قدرت سیاسیش متزلزل میشه. پس مسئله مسلمان‌ها یا اسلام یا مظلومین نیست، اون هویت است که اگر هویت رو شما بخواید کنار بذارید وفادارانتون از دست میدید. به همین علته که اگر مشکل با اسرائیل حل نشه مشکل با آمریکا هم حل نمیشه، و اگر بخواد حل بشه در واقع به معنی است که جمهوری اسلامی بخواد پوست بیاندازه و رژیم دیگری بشه و در هیچ چشم انداز به اصطلاح میان مدتی چنین چیزی امکان پذیر نیست با حفظ این دم و دستگاه کنه. نکته دیگری که من میخواستم اشاره بکنم و اون این استش که وقتی ما میگیم مشکل رابطه ایران و آمریکا ایران هست، من به هیچ وجه معتقد نیستم که اگر ما مشکلمون با آمریکا یا با اسرائیل حل بشه مشکلات ایران حل میشه. مشکلات ایران حل نمیشه، فقط مشکل رابطهش با یک کشور دیگر میشه. البته یه اتفاقاتی هم میفته، ولی اگر فکر کنید مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی عمیق و گسترده که در جامعه ایران هست با صرف برقراری رابطه حل میشه، ایران گلستان میشه، این یک اسطوره افسانه است که متأسفانه به ملت ایران فروخته شده و مقدار زیاد تعداد زیادی از مردم ایران باور دارن که اگر ما با آمریکا مشکلمون حل بکنیم کشور ما مهد تمدن میشه و گلستان میشه. مشکلات درونی جامعه ایران بوده، هست و خواهد بود، مگر اینکه براش تدبیری درست بشه که بتونه از پسش بره. اگر بخوام برگردم به سوال مشخص شما در این دوره، من میتونم بگم که جمهوری اسلامی دو تا سیاست مختلف داشته در مورد تاروندن کسایی که خیلی باش موافق نیستن.
یه من تابوندن داخلی میگذرونم، چون در داخل هم در واقع تلاش کردم اونایی که باشون مخالفن یا موافق نیستن یا وفاداری ابراز نمیکنن رو به حاشیه های سرد زندگی بفرسته و اونا رو از حضور در متن گرم زندگی سیاسی اجتماعی بیرون کنه. این اتفاق در مورد کسانی که میخوان برن خارج هم رخ میده، یعنی از یک طرف سعی میکنه فضای درست کنه که اینا بگن نخواستیم تو این کشور بمونیم، جهنم، بذار بریم با همه خطرات و مشکلات و مسائلی که داره. از طرف دیگه اونا رو با دشواری‌های روبرو می‌کنه که وقتی این دشواری‌ها وجود داره، اونا موقعی که مهاجرت می‌کنن تازه آغاز مسئله و مشکلشونه. برای چندین سال دیگه فرصتی برای پیگیری مسائل ایران، زندگی در جهان ایرانی ندارن. باید درگیر مسائل و مشکلات جامعه مقصدی باشن که بهش مهاجرت کردن. همه اینها مطلوب جمهوری اسلامی. بنابراین از همین سیاست هم دفاع میکنه، یعنی نگم دفاع میکنه، ازش سود میبره، برای که احساس میکنه دیگران یا سخت خواهد شد برای اینکه برن، بنابراین اون حاشیه نشینی اجتماعی داخلی براشون رخ خواهد داد، یا اگر برن تازه آغاز مشکلات و مسائلی که در یه جامعه جدید دارن، ارتباطشون با کشور مقطع میشه. اگر بخوام فعالیت سیاسی کنن بعد از این مدت مثل من به چرت و پرتگویی میفتن، چون از اون جهان ایرانی خارج شدن و دیگه نمیدونم اونجا داره چه اتفاقاتی میفته و بنابراین اثرگذاریشون هم در ارتباط با جامعه ایرانی کاهش پیدا میکنه. اینا همه به نظرم مطلوب جمهوری اسلامی است و بنابراین از اون سیاست سود میبره و شاید به همین دلیل خیلی تلاشی نمیکنه در مخالفت با این سیاست. ممنونم. ما سوالای خیلی زیادی داریم از کسانی که اینجا هستن. گفتیم اگر اجازه بدین یه بریکی بگیریم، برای اینکه میدونم بست آقاتونمون میخواد که همه فرصت داشته باشن سوالاشون رو بپرسن. البته وقتی هم بعضی اینجا ناخون نوشتن، اون یه سوال نبوده. حالا مرسی که میخوام یه چند دقیقه میخوام بریک بگیریم. نه بریک نمیگیریم، شما سوال نه، وقت نه بریک نداریم. سوالا رو بپرسیم. مثل که گفتن یه مقدار از سوال شده بود، میخواستن همون موقع یه سری سوال رو بپرسن، بعد میتونیم برگیریم. یه سوال از آقای دکتر علمداری اینجا نوشته شده که منظور شما از رابطه عادی ایران با آمریکا چیست؟ فراموش نکنید که ایران با هند و پاکستان و غیره به خاطر نفت فراوانی که دارد فرق دارد. به این معنی که فشار آمریکا روی ایران بیشتر به واقع در واقع به خاطر دست برد به منابع طبیعی و منابع معدنی فراوان هست از مردم ایران. سوال اجازه بدید قبل از اینکه پاسخ بدم به این پرسش، در ارتباط با مطالبی که دکتر بازیان گفتن، فکر نکنیم که ایران به سادگی حتی اگه جمهوری اسلامی هم بره به دموکراسی، آزادی، رعایت حقوق بشر و کشور در واقع ناگهان پیشرفته میشه که همه درخواست های مردم برآورده خواهد شد. من اخیراً یک فیلمی تماشا کردم، یه فیلم دکومنتری، شما دعوت میکنم اگر دلتون میخواد این رو، اگر میخوان فرهنگ ایران رو بهتر بشناسید نگاه بکنید. در جستجوی فریده یک فیلم دکومنتری هست که یک خانمی 40 سالش هست، او رو یه خانواده زمانی که طفل کوچک نوزاد بوده کنار مسجدی، نه ببخشید، امام رضا گذاشتن و اون رو بردن به پرورشگاه و یک خانواده هلندی او رو اداب کرد و در چند سالگی از اون طرف خانواده هایی که سه خانواده در جستجوی فرزندی بودن که هم کار کرده بودن و از اون طرف هم این خانم در جستجوی بود که خانواده اش پیدا بکنه. این فیلم بر اساس این ساخته شده و لابلای این فیلم که این خانم در جستجوی فرید در جستجوی پیدا کردن خانواده اش هست و خانواده هم در جستجوی پیدا کردن نوزادی که الان 40 ساله شده است، فرهنگ ایران رو نشون میده. یک آنتروپولوژیست که شما میتونید به بطن جامعه ببرید که کنش و واکنش در جامعه چی است، ارزش ها در جامعه چی است. به همین دلیل من خیلی ساده میتونم نتیجه بگیرم که مشکلات ایران مشکلات بسیار عمیق ساختاری است، نه فقط سیاسی، اجتماعی هست، مذهبی هست و چیزهایی که فکر میکنید که روزمره باش مردم سر کار دارن. این در این رابطه در رابطه این پرسش من فکر میکنم که رابطه ایران با آمریکا میتونه رابطه
هر کشور در حال توسعه با آمریکا باشه. ایران میتونست امروز کره جنوبی باشه. میتونست برزیل باشه. میتونست آرژانتین باشه. میتونست مکزیک باشه. میتونست کشورهایی باشه که در حد حدود ایران بودن اون موقع. البته وقتی من کره جنوبی رو مثال میزنم، کره جنوبی ابدا یک دهم ثروت ایران رو، ثروت طبیعی ایران رو نداره. در حال هم فکر بکنید که میتونست در حدی رشد پیدا کنه که امروز کالاهای کره جنوبی بازارهای اروپا و آمریکا رو پر کرده. یا چین کمونیست تا سال 1976 که ماو تسه‌تونگ مرده یک کشور بسته بوده، یک کشور عقب مونده بوده، یک کشوری که در یک پروژه اقتصادی 10 میلیون نفر کشته شده و یک پروژه به اصطلاح انقلاب فرهنگی چندین میلیون، باز میگم 5-6 میلیون رو کشتند که فکر میکردن طرفدار رژیم سرمایه‌داری است. بعد از این تحولات به حال تونست با جهان غرب رابطه برقرار بکنه، از امکانات تکنولوژی، علمی، سرمایه، بازار استفاده بکنه و یک کشور بزردم رقیب آمریکا و حتی در مواردی پیشرفته‌تر از آمریکا. بخاطر امروز چین آمریکا 1.3 تریلیون به چین بدهکاره، 1.1 تریلیون به ژاپن بدهکاره، 300 میلیارد به برزیل بدهکاره. در واقع تصور می‌کنم که آمریکا دنبال این است که همین روزام تو قرن 19 دارم فکر می‌کنم که دنبال این است که از امکانات مثلا منابع طبیعی نفت گاز ایران سوء استفاده بکنه. حالا یک نوعی هم توهین به مردم ایران هست که مردم ایران انقدر اونجا نشستند هر کسی بیاد از خارج بتونه امکانات ایران رو با خودش ببره. این گونه نیست. مسائل امروز دو جانبه است و برد برد است. اگه کسی بتونه از امکاناتی که در جهان وجود داشته باشه استفاده بکنه، ناچار است استفاده برسونه. ایران در شرایطی هست و بوده که میتونست این کار بکنه، عقب مونده. ولی امروز شما توجه داشته باشید چقدر دستاد اینتلیکچوال کپیتال برای ایران وجود داره، چی در داخل و چه خارج از ایران. و شما میدونید که حالا بهتر از من شاید آگاهی داشته باشید که میزان ثروتی که ایرانی آمریکایی در آمریکا دارن بالای نزدیک 800 میلیارد دلاره و میتونه این ثروت‌ها بخشش منتقل بشه به ایران. امکاناتی برای ایران هم از نظر طبیعی ثروت وجود داره، هم از نظر فکری اینتלקچوال کپیتال وجود داره که میتونه رشد کنه. من فکر می‌کنم اگر رابطه ایران و آمریکا برقرار بشه، ایران برنده است در این وسط. همونطور که رابطه چین و آمریکا، رابطه کره با آمریکا، رابطه ژاپن با آمریکا اون کشورها رو برنده کرده. ممنونم. حالا ما دو تا سوال دیگه داریم، یعنی رقای سوال دیگه و شما دکتر بعد میریم یه سوال برای همه. بعد اگه بتونیم یه مقدار سوال رو کوتاه کنیم بعد میتونیم بریم بقیه سوالای شما هم نگاه کنیم و بپرسیم که بتونیم حداکثر استفاده وقتمون رو بکنیم. دکتر بعد، when it comes to US Iran relations, the travel ban, sanctions, those cannot be forgotten. Do you believe the implementation of these laws reduce the power of the government of Iran, or do you believe that they target the more ordinary people? Well, in terms of who's being affected by the policies that were implemented, especially when it comes to the travel ban, I mean, the travel ban is not affecting the Iranian government or its power. The travel ban is affecting Iranians' ability to travel to the United States. There are cases of PhD students who had their bags packed, had their visas, and were coming here, like probably many of the people sitting in this room, came here with F1 visas, studied, stayed, and they were on that same path. And their visas were revoked, you know, the day before their travel. And that doesn't hurt the Iranian government. That hurts those students. That hurts not just those students, but the ramifications of those students and their families. It, you know, these are people who, someone who's a PhD student in Iran, I'm sure everybody here knows this better than I do, they're coming from the best universities in Iran. They're the top minds, not just of Iran, but of the world. That's why they're getting accepted into top universities in the United States. They're choosing to come to the United States, right? They can get accepted in other places too. They can get accepted in Europe. They can go other places. They chose to come to the United States. They chose to, by the way, if for anybody who's been through the university process, when you apply and you accept something, that means you're rejecting all the other places that she went. So when we do these things, this is the United States doing it. It's not the Iranian government doing it. This is the United States allowing, giving people visas and then revoking their visas
days before their university is supposed to begin. So policies like that, no, they don't hurt the Iranian government, they hurt Iranian people. Policies of sanctions, look, sanctions are a tool. Sanctions are a tool that can be used, and they can be used as a tool that puts pressure on states to act in a certain way. And one can make the argument that sanctions can be, as just like any tool, sanctions can be used properly. Okay? They can be used properly, just like any tool. But if you are used, you know, if a project calls for a screwdriver and all you have is a hammer, that's the wrong tool. It doesn't mean it's not useful, it just means you're not using it right. And again, I think this is something that Ms. Yasmina can speak to much better than I can, because it has to do with sanctions and how sanctions not only affect Iranians in Iran, but they affect us. They affect us here. They affect us in all sorts of different ways that other immigrant groups in the United States don't have to deal with. And why we have to deal with it is the enmity, the adversarial relationships of these two states, which are carried out by their governments and not by their people. Other things in terms of undermining the Iranian government, I think, again, we've talked about this, and I think the policy of sanctions, the way that this government has used it, has predominantly hurt the people. Another example, outside of Iran, in the Clinton administration in the 1990s, the sanctions that they put on Iraq, there are estimates that up to 1 million people were killed because of those sanctions. A large portion of them, there are estimates that say hundreds of thousands of children were killed in Iraq in that decade because of sanctions, because they didn't have access to clean water, right? So just because sanctions are on the surface said to do something, it doesn't mean that's what it's doing. There are cases in Iran where, you know, Mahak is a children's hospital in Iran that serves children with cancer. Then those children not getting their cancer medicine hurts those children. It hurts their families. It's not hurting the Iranian government. And it's not, none of what I have said is to, in any way, justify the behavior of the Iranian government. What the Iranian government does flies in the face of every single thing that I believe as an American, and for the way that I was raised in my Iranian household, having nothing to do with being an American. But again, and I have to emphasize this point, our power lies in our ability to engage in our democracy, which is here. And so while I would love to have the power to influence the Iranian government, I don't have that power. I unfortunately do not have that power, but I do have the power to call my representative in the United States and say, look, you want to have this adversarial relationship with Iran? That's fine. But this particular policy, that's hurting kids that are in Iran. But this particular policy, that's not allowing my family to come visit. And my family hasn't done anything wrong. So we should be able to differentiate where policies are hurting innocent people and where policies are actually targeting what the government can do. And I think it's important to realize that in theory, a lot of things under the sanctions are permitted. So for example, humanitarian aid is permitted. Certain types of financial transactions with Iran are permitted. Sending aid to Iran if it falls within the framework, certain democratic endeavors is permitted. The problem is the environment that's been created, especially within this last administration, is one of fear. So nobody wants to deal with anything having to do with Iran outside of the United States and Iran. For example, no banks want to move Iranian money, even if it's going to help an organization that has been licensed by the Office of Foreign Assets Control, that has done everything correctly, that has all their paperwork in order, or if my grandma wants to send me a gift or wants to give me her home and I have everything in order, but I want to liquidate that asset and bring it to the United States, there's really no way to do it. And I think that's maybe where the United States could look at how to implement better policies that achieve their goal of putting pressure on the government of Iran without putting as much pressure on the people of Iran. And I think what's happening in Iran right now, for example, is a great example of that. همیشه که تحریم‌های اقتصادی ارتباط کمیونیکیشن همیشه مجاز بوده. You know, جوازهای کلی صادر شده که سازمان اوپک گفته شما اجازه دارید یه سری کار با ایران انجام بدید. یه سری کمپانی‌های آمریکایی اجازه دارن یه سری خدمات به ایران بفرستن مربوط به مثلا کمیونیکیشن و اینترنت و اینا بود. منظورم می‌ترسن. برای اینکه انقدر ابهامات زیادی تو اون قوانین وجود داره که کمپانی‌های مثلا گوگل، اپل، آمازون میگن با ما نمی‌خوایم حالا بیاید یه نفر اینو اشتباهی استفاده کنه.
یا همه چیز تو ایران برمیگرده به دولت، همه برمیگرده به یک کسی رو دزینیده نشانس لیست برای کار ما غیر قانونی میشه، نمیکنیم. و اتفاقی که الان میفته این که خب کنترل بیشتری دست دولت ایران است. برای مثلا واقعا منم منظور من اصلا هیچ چیزی مربوط، من واقعا اینجا اون کسی نیستم که هیچ اتوری داشته باشم راجع به اتفاقی که داره داخل ایران میفته صحبت کنم، که من واقعا نمیدونم، شما خیلی بهتر از من میدونید. من فقط در این قسمتی که میدونم، میدونم میتونیم کاری که ما اینجا انجام میدیم پالیسیز ما این مقدار قوی‌تر کنیم و قوانین رو قوی‌تر کنیم. حالا ببخشید هر سال تو خودی دفعه من دعوت بکنیم بیام حرف بزنم، خیلی سخت نمیشه. آخرین سوال هستش، ببین ما میتونیم شاید برنامه داشته باشیم بدونیم که اشاره بکنیم به اتفاقایی که تو ایران افتاده. این اتفاقایی که افتاده، این پروتست‌هایی که شده به خاطر بالا رفتن قیمت بنزین بوده. دو تا قاضیان اگه اجازه بدین از شما بپرسم، نظر شما چیست که این مثلا اتفاقات ارتباطی دارن به این پالیسی ترامپ ادمنستریشن ماکسیمم پرشر یا نه؟ یا نظرتون چیه؟ بله، به نظر من بله، من فکر می‌کنم هم ارتباط مستقیم داره هم ارتباط غیر مستقیم. ارتباط مستقیمش خیلی آشکاره، منابع دولت ایران کم شده تحت تاثیر نفروختن نفت و نیامدن پول اون مقدار مختصر نفتی که می‌فروشه، بنابراین به صورت کفگیرها به ته دیگ خورده. این موضوع خودش رو در تغییر پرداخت‌های دولتی نشون داده، در کاهش پروژه‌های عمرانی نشون داده، در این نشون میده که مردم بیشتر از واقعیت هم حتی ممکنه نگران بشن که آینده چه خواهد شد. بنابراین همه اینها نارضایتی رو افزایش میده و با یه جرقه کاملا این نارضایتی میتونه به اعتراض تبدیل بشه. این بار در این مورد خاص تبدیل شد. نکته دوم این استش که سیاست جدید دولت آقای ترامپ اینطوری داره القا میکنه که اگر نظام سیاسی ایران حاضر بشه با ما مذاکره بکنه، ما حاضریم که این تحریم ها رو برداریم. خب مردم میگن پس این مشکلاتی که ما داریم ازش رنج میبریم به خاطر اینکه شما نمیرید با ما مذاکره کنید. خب برید مذاکره کنید دیگه، چرا نمیرید مذاکره کنید؟ بنابراین اون هم در واقع یک نوع فشار روانی میاره روی مردم و مصدر این اتفاقات رو حکومت ایران میدونن و به این ترتیب از این طریق غیر مستقیم هم در واقع آماده میشن برای اینکه نارضایتی وسیع و گسترده خودشون رو در یک جایی که دیگه احساس میکنن کاملا مستأصل هستن، نومید هستن، به صورت یک به صورت اقدام جبرانی در شکل اعتراض خیابونی نشون بدن، چون این نظام هم راهی برای اعتراض باقی نگذاشته، نه رویه‌های نهادیش وجود داره برای اعتراض، نه نشون داده که حاضر چنین سنتی رو در جامعه بپذیره که مردم به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض بکنن و نظر خودشون رو بتونن ابراز کنن تا یه چیزی تغییر کنه. وقتی که با یه تشر یا یک احساس اینکه آقا نظرشون اینه، مجلس شورای اسلامی رأیش رو پس میگیره، دیگه مردم عادی هم میدونن که چیزی قرار نیست تغییر کنه وقتی رهبر پشتش میسته در چنین وضعیتی که آشکارا شما میخواید روی رایوی کنید با دولت بکنه. بنابراین این هم خودش تولید یک نوع ناامیدی میکنه که این ناامیدی ها معمولا ممکنه سر از استیصال و اون استیصال سر از خشم در بیاره و خودش رو در شکل به اصطلاح اعتراض هم نشون بده که در این روزها میره. من دوتا بله، در تایید صحبت‌های دکتر غازیان، من فکر می‌کنم هدف ترامپ هم همین فشارهاست که بتونه شکاف بین حکومت و مردم رو بیشتر بکنه و مردم رو نسبت به دستگاه حاکمه عصبانی و خشمگین بکنه. ولی این تنها عامل نیست و تنها مورد هم نیست که مردم علیه جمهوری اسلامی دست به شورش و خیزش زدن. این چهارمین بار است. سال 78، سال 88، سال 96 و امسال این چهارمین باری است که مردم دست به خیزش بزرگ علیه جمهوری اسلامی زدن. به عبارتی مردم از دست جمهوری اسلامی زنده شدن. فقط این نیست که وضعیت اقتصادی مردم خراب است، کار ندارن، جوانها بیکار هستند و مشکلات عدیده‌ای وجود داره از نظر اقتصادی و این فشارهای حداکثری اون رو تشدید کرده.
این درست است که این فشار حد اکثری میتونه همونطور که ترامپ هم دنبالش بوده و ادمینستریشن آمریکا اینو گسترش بده. ولی مشکلات ایران فقط این نیست که مشکلات ایران خیلی عمیق‌تر از این هست و همش هم داخلی است، ربطی به بیرون نداره. اینکه فساد الان چون پرونده‌ها رو نگاه کنید در سال گذشته ده ها مورد افراد سرشناس تونگرستانی بردن دادگاه و به جرم مثلا رانتکاری و دزدی و پول مردم رو حتی کسانی که پسندازشون رو در بانک رو گذاشته بودن یه ده کسان دیگر یا در درون حکومت از این موقعیت سوء استفاده کردن پسندازها رو برداشتن بردن. بنابراین فساد در جمهوری اسلامی، دیکتاتوری، فشار اجتماعی تا به حدی که به اتاق خوابهای مردم کار داره. بعد نیست که تو لباس باید گونه باشه، زن باید گوسری سرشون بکنه، مردم پس نبودن تنشون باید، این فقط این نیست. یا غذا اینجور بخورن، یا یکی سو تو خیام متوقعش کن چه روزه میخوری، چه روزه نداری، چه نماز داری، اینا فقط نیست. یا در ادارات همینطور. یا فرانتا چرا تو باهایی هستی، نمیتونی بری دانشگاه، نمیتونی در ادارات استخدام بشی. فقط اینها نیست. یا شما نگاه بکنید که دقیقی چی داره، چه مسائل داره میگذره. و مجموعه این مسائل هست که ایران، بشکر جمعیت ایران از دست رژیم جمهوری اسلامی بسیار عصبانی و خشمگین هست و امیدی به آینده نداره. و این ناامیدی برای مردم در ایران، جوان ها آینده برای خودشون نمیبینن. وضعیت رسونده که برای تشدید فشار اقتصادیات خارج میتونه جرقه‌ای بشه یا اون رو تشدید بکنه، اون مشکلات رو تشدید بکنه و وضعیتی وجود بیاره. وقتی از وضعیت به وجودی مثل هفته گذشته به وجود بیاد، جمهوری اسلامی جایی که عقب نشینی بکنه، از مردم عذرخواهی بکنه، صدای مردم بشنوه، مسلحانه میاد سراغ مردم و بعد مثلا ترون کشتن، در یه هفته 106 نفر کشتن، هزار نفر زخمی کردن و چندین هزار نفر دستگیر کردن. این شیوه‌ای که در ایران وجود داره، هیچ ربطی به آمریکا نداره. Dr. Rad, we've all been following events in Iran, and given the economic link to the protests, do you see these events linked to U.S. policy of maximum pressure? So, again, if I haven't been clear, let's be perfectly clear. Iran's a dictatorship. It abuses human rights. The government is corrupt, and it mismanages basically everything. So, the burden to care for its own citizens is on the Iranian government, which they absolutely fail to do across the board. There's no question of that. In terms of this question, have our policies severely exacerbated the economic situation? Yes. To deny that, again, would be just denying a basic fact. Of course our policies have exacerbated an already bad situation. I find it fascinating when we have a difficult time simply saying, two parties are acting badly. It's okay to say that. It's okay to say, they're terrible, but we're not helping in any way. And when you look at the protests, I've spent, I have family in Iran, I have friends in Iran that I care about deeply. I spent the entire decade of my 20s traveling to Iran regularly, and I studied what I studied so that I had an excuse to do research in Iran. That's really why I did it. It was like, oh, how could you go to Iran every year? Get a PhD in Iranian history. Go there every single year. So I care deeply for everything that happens there. But again, where do we have a hand? Where do we have power to do something? We can talk about supporting the Iranian people who are struggling right now and are being repressed to a point that is disgusting to watch as it happens, just like it's disgusting to watch in every other place in the world when it happens. And one thing that I wanted to bring into the conversation when we talk about protests is the first thing that we all care about is how human beings are being treated in these protests, right? That's the first thing I think, I hope at least, that across the board we're concerned about the violence, the deaths, the injuries, the arrests, the repression. Those are the things that concern us most. So if human rights is the thing that concerns us as a community, what I would implore upon our community, what I wish that our community would do more is understand that human rights mean exactly that. They're human beings. And so if we want, right now, if we want, there isn't a lot of attention on Iran protests right now in the United States. And we want to see more. And I understand that. Of course we do as a community, because those are our loved ones that we're worried about. Those are the people that we can't communicate with. Those are our
WhatsApp family groups that have gone silent for days that we're all worried about, and I understand that. But as a community, we also have to come out for other communities if we believe in human rights, to be, in fact, human rights. If we believe that, then we cannot only come out when things happen to Iranians. We cannot only come out because Iran is unfortunately, not the only repressed country in the world. We need to show not just international solidarity, but solidarity with communities here in the United States, which is the country in which we live. And that way, if we can show that we care about those things across the board, then we can hope to have other Americans of other groups come out when it's us, which they should be. And they have, by the way. When the travel ban happened, I went to LAX the first day that it happened to protest the travel ban. And there weren't a lot of Iranians there, if I'm to be perfectly honest. There was a lot of Americans of all sorts of different colors and stripes, but I didn't see a lot of Iranians there. And yet, it's our population that's been by far most affected by it. So when we look at the protests and the links to the United States, of course the Iranian government is responsible itself for its own actions. It is culpable for what it is doing to the people there, and it is disturbing to watch what's happening. But we can play a role in at least understanding the connections to where this economic pressure came from. Remember, the first question we asked was, what was the goal of maximum pressure? And the first answer we gave is, it's incoherent. But for some, and we have to accept this, for some, this was the goal of maximum pressure. They wanted maximum pressure to have this kind of effect on the people in Iran. They wanted them to be so crippled economically that they would rise up and they would get rid of a government that is unsavory to everyone else in the world. But it's their lives that are on the line. And so, is there a link? Yes, there is a link. Absolutely. Thank you. من میخوام بریم سر سوالای شما. قبل از اینکه بریم، من میخوام واقعا صادقانه از همه پنلیست‌ها تشکر کنم. ممنونم از وقتی که گذاشتیم، مخصوصا دکتر غازیان. میدونم که کسالت هم داشتیم با وجود تشریف آوردیم. ممنونم واقعا. من اجازه میدم که شما الان میخواستیم چند تا سوال شفاهی که هر کسی داره مطرح کنه که بعدا سوالای کتبی رو سوالا رو ما سعی می‌کنیم یک در میون کنیم، بریم یه شفاهی یه ترسی. شما چون فارسی نوشتین، خانم یزدانفر فارسی نمی‌دونید. ببین به من میگه بی سواد حالا، ببین خطشون بد بودن، چرا می‌ذارید تقصیر من؟ خودتون بیاید بخونید. سوال هست در اینجا بس یه شفاهی یه ترسی. Okay, hi. Thank you very much for all the information, like, you know, from each panelist. My name is Mehran, and I'm Mehran, and I'm from the museum, and خانم دکتر راد بفهمن. First question is for you. So, like, you know, you were actually, like, you know, putting an example of Iranian students actually being in a hard time for, you know, coming here after, like, you know, these travel ban, like, you know, the visa that we booked and all those things. Right now, it's actually like 5 days that the internet is like completely cut off in Iran. And those students that I am actually deeply friend with them, because I was one of the students who came here and I'm working here right now. So they are actually having a hard time even, like, you know, going through the TOEFL exam, like, you know, getting any, like, you know, communication with universities that they are, like, contacting, all these things, right? So comparing these two situations, are you doing the same act as you're talking about, like, you know, for the US government and also Iranian government? What do you do as a NIAC member to actually force Iranian government or any other, like, you know, international communities to actually help these students that they actually put a lot of money with this, like, you know, high dollar price to actually go to the TOEFL exam, like, you know, get the application fee, all those things, and finally with the hope that they can get rid of that country, come to here, right? So what did you do for that? And can I actually ask one more question, like, you know, or
Oh, I can't charge her. Yeah, just one. Thank you. In terms of, are you talking about the internet shutdown? I didn't quite understand that. So, I cannot emphasize this point enough. What power is it that you think, for instance, I personally have in the Iranian government? I would just like to, I mean it in a very sincere way. So, I don't actually have any power over the Iranian government. No, but let me answer the question. I'm getting to the point that you asked. In terms of the internet shutdown, one of the reasons why the Iranian government has such power to shut down the internet the way that it did is because Iran is isolated by US companies. So I actually spoke with my friend who's a software developer in Iran 2 days ago. One of the ways that you can communicate with people in Iran is the phones are working. Not any of the internet is not working. But I got Skype credit, so that I had, basically it's like a calling card, and I called my friend who's a software developer there. This was, and I'm not a, just so everybody knows, I have a PhD in history. That gives me no IT knowledge whatsoever. What he said is, there are, you know, as someone who's a developer in Iran, there are sites and access to free services that, say, Oracle or Google provide that the US side actually filters, not the Iranian side. The Iranian side filters a lot, but his point was, we spend a lot of effort going around both US filters and Iranian filters. Now, from my understanding of the IT side, which I'm very openly admitting, I do not have understanding of the technical aspect of it, but from many of the things that I've read and I've been told, if US companies could actually, didn't actually filter things in Iran or could set up certain systems where it wasn't only the Iranian, within Iran itself, then they wouldn't have as an easy time shutting down the internet. If that's the case, if what you're saying is the case, if it's entirely in the Iranian government's hands, then our hands are tied. But to the extent that the US government can do anything, we've petitioned the US government. We've actually written an action alert. We've petitioned to direct branches of the government saying, and to OFAC saying, right now, you need to immediately do whatever is in our power in this government, in this country, to give access to Iranians. So of course, that was one of the first things that we tried to do. But again, you could maybe tell me better what. So you're saying it's incorrect then? You can, yeah. Iran, the US, nobody can help them in terms of the internet. What they have done is what you can do in this system, which is plead to your representatives, petition, ask for change, and well, you should do that. Everybody in this room should do that. That's the problem. I mean, every time I go and I talk about the sanctions and I talk about this and that, there's always someone that says, why don't you do more? I said, you know, I'm doing everything in my capacity, both on the education front, educating Iranian American on their rights, keep writing the government, explaining the flaws in the regulations, but we need more people. So what I recommend is, I wish we had the power. I wish we had the power to call, you know, let me clear everybody, but I think we need to go on to the next question. But I do want to be clear about one thing. Yeah. I just want to be clear about one thing. When you say, we have taken action. So besides having petitions, petitioning the government, writing articles about that exactly what you're talking about, I don't know that we have a greater power than that. I wish we did. سوال بعدی برای آقای دکتر قاضیان. شما تصور نمی کنید که سیاست آمریکا در تضاد با سیاست های اروپا و خصوص انگلستان برای بازپس گرفتن بازار نفت برای بازپس گرفتن بازار و نفت ایران است؟ والا من پاسخی که به این سوال میتونم بدم بر اساس معلومات عمومی است، چون حوزه تخصصی کار من است. اگر این پاسخ به دردتون میخوره من خواهم. از این مطالعه نیستم راجع به موضوع نفت، ولی چند تا نکته در نظر داشته باشید در تحولاتی که در
عرضه انرژی به طور کلی و در بازار نفت رو داره و ضمناً این الگوی به اصطلاح سنتی اینکه کشورها میخوان برن یه جایی رو و از منافعش بهره برداری کنن رو بیاییم یه جور دیگه تفسیر کنیم. این الگو دائماً این است که کشورها میخوان برن یه جایی رو غارت کنن به یک معنی هفت درست، ولی کشورها در واقع به یک معنی نیستن که این کار انجام میدن. مثلا کشورهایی که با سرمایه‌داری یا به نظام بازار آزاد کار میکنن کمپانی‌هاشون هستن. بله، کمپانی‌های آمریکایی اگر ایران این امکان وجود داشت که درش کار بشه میرفتن و اونجا و بسیار کارهای حوزه نفت رو میگرفتن و به این ترتیب آمریکا و کمپانی‌های آمریکایی سود می‌بردن. ایرانی‌ها هم سود می‌بردن چون یه کارهایی براشون می‌کردن و اونا پولشون می‌دادن اینا هم بهره می‌بردن. این فکر که ما میتونیم یه جایی یه منفعتی ببریم هیچ چیزی در قبالش ندیم یا دیگران میتونن فقط بیان به سود ما کار بکنن به نظر من اصلا امکان پذیر نیست، من جمله در حوزه انرژی و نفت و من جمله در حوزه سرمایه‌گذاری. بنابراین این ایده اساسا به نظر من یه مشکلی داره که تصور میشه جهانی وجود داره که عده حاضرن بیان برای یه جایی خدا وکیلی کار بکنن و هیچ منفعتی نبرن. خب معلومه که آمریکا یا هر کشور دیگه که میخواد بیاد یه جایی کار کنه میخواد منافع ببره دیگه. ما هم که اون کشور رو میخواییم و میاد داریم ازش منافع میبریم. درست مثل اینکه شما میرید یه دونه مغازه یه شیرکاکاو میخرید، خب اون مغازه دار از پولی که شما میدید نفت داره میبرید، شما هم از خوردن شیرکاکاو نفت میبرید. در تمام مبادلات اینطوره، شما به میزانی که قدرت بیشتری دارید قدرت چانه‌زنی بیشتری دارید، بنابراین ممکنه منفعت بیشتری بگیرید. اگر ما میخواییم واقعا توی این بازار کار بکنیم باید قدرت بیشتری داشته باشیم، چانه‌زنی بالاتری بکنیم. ولی در مورد نفت ماجرا کلا داره تغییر میکنه، هم به دلیل تغییر موقعیت آمریکا در تولید میزان نفت و اینکه اگر قیمت پایین بیاد اتفاقا به ضررش خواهد بود، برای که سرمایه‌گذاری هایی که در این حوزه میشه امکان پذیر نیست که به اصطلاح سود برسه، چون میدونید نفت در حوزه خلیج فارس به دلیل سطحی بودن بیشترش تولیدش خیلی ارزان تمام میشه. مثلا در یه دوره این بودن 1 تا 3 دلار تمام میشه و وقتی شما 70 دلار می‌فروشید فرق داره که نفتی رو تولید کنید که 50 دلار خرج استخراجش میشه. این داره تغییر میکنه به خاطر بالا رفتن قیمت نفت، برای همین آمریکا الان تونسته این همه نفت تولید بکنه. دوم آمدن انرژی‌های جایگزینه که نه تنها قیمت نفت رو تحت تاثیر قرار میده، بلکه اگه قیمت نفت اتفاقا بخواد بیاد پایین باز دوباره اون انرژی‌ها که آمریکا هم داره در موردش سرمایه‌گذاری می‌کنه و اروپا هم البته حتی خیلی بیشتر از آمریکا ممکنه دیگه مقبول به صرفه نباشه. بله، سوال شفای بعدی در عرض 20 ثانیه مدرد هم من یوسف جباری هستم. سوال بیشتر مربوط میشه به صحبتی که آقای دکتر غازیان هم بودن و خصوص اینی که یه مقدار از نارضایی ها و شرایط بد مردم ایران به خاطر بی‌کفایتی دولت موجوده که درست هم هست و همینو در مورد دولت پهلوی میگفتن. میگفتن انقلاب به خاطر این شد که دولت پهلوی بی‌کفایتی و درست اداره نمیکرد مسائل مملکت. همین صحبت در مورد دولت‌های قاجار گفته میشد. واقعا مسئله به عنوان یک جامعه شناس مسئله کجاست؟ چی میشه این مسئله رو بهش توجه کرد و کوشش در اصلاحش کرد؟ خیلی ممنون میشم از جواب. بله، خیلی متشکرم از این سوال بسیار جالب. حقیقتش اینه که شاید دو تا عامل رو بشه به طور عمده گفتش که در این موضوع مؤثر بودن. یکی مسئله دائمی و قدیمی شکاف بین دولت و ملت به اصطلاح، یعنی دولت‌ها یا حکومت‌ها در ایران نماینده مردمشون نبوده. چرا؟ به عامل دوم برمیگرده و اون این که منابعشون رو از طریق دولت رو از طریق مردم کسب نمی‌کردن. همیشه بین ساختار سیاسی و ساختار اجتماعی یک رابطه مبادله‌ای باید وجود داشته باشه تا ساخت سیاسی امکان دموکراتیک شدن داشته باشه. یعنی مردم باید یه عده‌ای رو بگن شما برید امور عمومی ما رو اداره کنید، چون ما خودمون نمی‌تونیم همه امور عمومی رو اداره کنیم، و اون رو اسمش رو بذارن حکومت. برای این کار یه پولی در اختیارشون قرار بدن، یه منابعی در اختیارشون قرار بدن، مثلا از طریق مالیات. و اون وقت این سازوکار دموکراتیک شروع میکنه کار کردن. اگر خوشمون نیومد از نحوه کار کردن اون میشه رو ببرمه بیرون یه عده دیگه بیان کار انجام بدن که تغییر دولت هست. اما اگر اون دولت یه منبع بیرون از جامعه در اختیار داشته باشه چی؟
خب دیگه لازم نیست از اینا پولی بگیر از مردم و بنابراین وقت دیگه لازم نیست به اینا پاسخگو باشه و لازم نیست جاشو عوض کنه مگر اینکه مردم جامعهشون به رد برسه و کل دولت رو بیارن پایین. این اتفاق است که در تاریخ ایران افتاد. یعنی این حکومت رو بیارن پایین، این حکومت رو بیارن پایین، این حکومت رو بیارن پایین. نه تنها این اتفاق افتاده، بین این حکومت ها دائما حکومت ها متزلزل بودن که الان که آمدن تو خیابون شب ممکنه پرچم ها رو بیارن پایین، قاب عکس ها رو بیارن پایین، فردا کاخ خودمون یا بیت خودمون رو بیارن پایین. برای همین هم شما میبینید که از یه موضوعی مثل بنزین یا یه موضوعی مثل توی دانشگاه یه هایی میشه که بریم سراغ بیت رهبری یا از یه واقعی توی نمیدونم قوم بریم که کاخ شاه رو بیاریم پایین یا در زمانهای گذشته به ترتیبات دیگه. بنابراین این که این ساختار متکی است به منابع خارج از جامعه اون رو نسبت به جامعه پاسخگو نمی‌کنه. در قدیم این منابع عمدتاً زمین و آب بوده در ایران که به صورت تیول در اختیار دیگران قرار می‌گرفت و از اونا اون وفاداری که گفتم خواسته می‌شد، یعنی اونا وفاداری می‌فروختن به دولت‌ها و حکومت‌ها و اونا آب و زمین در اختیارشون قرار می‌دادن، تیولداری یا نظام قحطاری. و در دوره جدید این نفت جایگزین شده، دولت پول نفت داره و بنابراین نیاز به پول جامعه نداره. به همین دلیل هم هست که دولت کنونی، یعنی آقای خامنه‌ای بارها تو جلساتی گفته این مطلب که اگر ما مثلا چیز دور 35 میلیارد هم بتونیم گیر بیاریم از مجموعه این اتفاقات میتونیم بچرخونیم جامعه، چون ما کافیه که دستگاه سرکوب رو امکان داشته باشه که لحاظ لوجستیکی تجهیز کنیم و اون آدمایی هم که پای کار ما واسطادن، وفاداران اصلی رو قانع کنیم که با ما چه به لحاظ اخلاقی چه به لحاظ عملیاتی بمانند و بنابراین ما قادریم که اون بقیه رو هر چقدر هم زیاد باشن کنترل کنیم و تا الان هم تونستیم. بنابراین این تحریم ها ممکنه باشه ولی ما اون 35 تا رو اگر جور کنیم یا حالا کمتر یا بیشتر میتونیم موفق بشیم. من فکر کنم رازش در اون فاصله است و در اینکه منابع کماکان در اختیار دولت هر رژیمی هم در ایران تغییر کنه. اگر ساختار رابطه ساختاری بین دولت و جامعه تغییر نکنه از حیث منابع و از حیث قواعد هم تغییر نخواهد کرد. این دولت که منابعش متکی به مردم نیست، قواعدی هم که میذاره متکی به مردم نیست. برای اونجوری که دوست داره حکومت میکنه، نه بر اساس قواعدی که مردم میخوان. چون مردم منابعشون نداره که اون بخواد در قبال قواعدی که مردم میخوان پاسخگو باشه. پس قاعده خودش رو میذاره. اگر دولت امامه قاعده خودش رو میذاره، دولت اعلیحضرت قاعده خودش رو میذاره، کاری به مردم نداره مگر اینکه یه جاهایی یه رویه‌های باز بشه و مردم یه فشارهای بیرونی یه اتفاقات بیفته، ولی ماهیت ماجرا به نظرم تغییر میکنه. من فقط دو تا سوال دیگه هست که بعد برنامه رو تموم میکنیم. یه سوال از خانم یزدانیار هست که میکروفون بهش. سوال خیلی تخصصیه که چجوری میتونم از ایران پول بیارم؟ بسیار خواهی سرم. اگه اجازه بدید چون که توضیح من شدیم این مولم هر کسی که یه سوال پرسید کنیم با این هستم اگه بیاریم میتونم با کنال می حضور جواب سوالتون رو بگم، ولی فکر کنم بحث مولم بهتر میتونیم برای سوال. سوال بعدی از آقای دکتر علمداری، من خودم مطمئن نیستم، منظور از این سوال چیه، ولی حالا In English, yeah. What is the strategic aspect of the conflict? Conflict USA and Iran. Between USA and Iran. What is the strategic aspect of the conflict between USA and Iran? Well, من توضیح دادم در صحبتم توضیح دادم که مشکلات از ایران هست. آمریکا با مردم ایران هیچ کانفلیکتی نداره. و مردم ایران هم با دولت آمریکا کانفلیکت ندارن. مشکل با دولت ایران هست. یکی از پرسش‌هایی بود که آیا فشارهای حداکثری که دولت آمریکا بر ایران می‌گذاره میتونه به زیان مردم باشه یا به زیان دولت باشه. خب طبیعتا میتونه هم به زیان دولت باشه هم به زیان مردم باشه. به دولت ایران مسئول این کار هست.